سرخط خبرها ایهود باراک برای حمله نظامی به ایران دیگر خیلی دیر شده است. هشدار بلینکن به لاوروف در رابطه با الحاق مناطق اوکراینی. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ایهود باراک برای حمله نظامی به ایران دیگر خیلی دیر شده است. نخست وزیر و وزیر جنگ پیشین اسرائیل در مصاحبه با مجله تایمز ایران می تواند خود را به یک قدرت هسته ای تبدیل کند و برای متوقف کردن آن با حمله نظامی خیلی دیر است در دوران خروج آمریکا از برجام ایران به غنیسازی اورانیوم ادامه داد و از کشوری که زیر سایه روسیه بود به کشوری تبدیل شد که حال پهپادهای مسلح روسیه را تامین می کند پس از بیش از 20 سال تلاش ایران در آستانه عبور از نقطه بی بازگشت برای عضویت در باشگاه هسته است. تلاش برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک ای قدرت هسته‌ای در پایین ترین سطح خود قرار دارد و ظاهرا به سمت شکست می رود. در سال 2018 آنها حدود 17 ماه از این آستانه فاصله داشتند اما امروز احتمالاً فقط 17 روز دیگر باقی مانده است. هشدار بلینکن به لاوروف در رابطه با الحاق مناطق اوکراینی بعد از ظهر جمعه 28 ژوئیه ششم مرداد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با همتای روس خود سرگی لاوروف از طریق تلفن گفتگو کرده است بلینکن اظهار داشت که بی پرده موضع خود را در قبال تسخیر مناطق اوکراینی اعلام کرده و گفته است جهان هیچگاه الحاق مناطق اوکراینی به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت او هشدار داده است که برای روسیه چنین اقدامی گران تمام خواهد شد رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا علاوه بر این از لاوروف خواسته است به قرارداد آزاد گذاشتن صادرات غلات اوکراین که هفته گذشته با وساطت ترکیه بسته شد پایبند باشد نخستین کشتی حامل غلات آماده ی حرکت بعد از ظهر جمعه نخستین کشتی باری در بندر چرنومورسک اوکراین با غلات صادراتی بارگیری شد در بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز جمعه منتشر کرد زلنسکی تاکید کرده از همه چیز از طرف ما آماده است ما فقط منتظر سیگنال ترکیه و سازمان ملل برای آغاز صادرات هستیم زلنسکی همراه با سفیران کشورهای گروه هفت جی هفت در بندر چرنومورسک حضور یافت او گفت این نخستین کشتی است که در دوران جنگ بارگیری می شود. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد برای ما مهم است که اوکراین همچنان به عنوان یکی از زامنان امنیت غذایی جهانی باشد بلینکن همچنین بر پیشنهاد تبادل دو زندانی آمریکایی با ویکتور بوت بازرگان اسلحه روسی که در آمریکا زندانی است تاکید ورزیده بسکتبالیست حرفه‌ای آمریکایی بریتنی گرینر و سرباز آمریکایی پاول ولان در زندان‌های روسیه به سر می‌برند و واشنگتن پیشتر به مسکو پیشنهاد تبادل آن دو با بوت را داده بود. گرینر چند هفته پیش به اتهام حمل مواد مخدر در روسیه بازداشت شد. ویلان هم چند سال پیش به اتهام جاسوسی دستگیر شد. بوت هم 2008 در تایلند به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر و به ایالات متحده تحویل داده شد. بنابر داده های وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف نیز در گفتگوی تلفنی خود با بیلینکن مذاکره درباره تبادل زندانیان را محمل خوبی برای گذار دوباره به یک دیپلماسی آرام توصیف کرده است. او در این حال تحریم های غیر مشروع غرب را به باد انتقاد گرفته و آنها را مانعی در سر راه صادرات قله و کود شیمیایی روسیه و عامل تشدید گرسنگی و افزایش قیمت قله در جهان خواند است رئیس دیپلماسی روسیه در ادامه درباره روند عملیات ویژه کشورش در اوکراین و همتای آمریکایی خود توضیح داده و گفته است که عملیات به همه اهداف خود دست یافته است عملیات ویژه نامی است که روسیه به تهاجم خود علیه اوکراین اطلاق می کند و رسانه های روسیه نباید از واژه جنگ در این رابطه استفاده کنند. لاوروف همچنین ضمن انتقاد از ارسال سلاحهای غربی به اوکراین این اقدام را عاملی در خدمت تداوم جنگ و افزایش شمار قربانیان توصیف کرده است به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما را سابسکرایب کنید خدا نگهدار